در مورد قسمت دوم از کتاب خودآموز پرورش گوش که توسط جناب سیاوش بیضایی نگارش شده تحت عنوان پرورش گوش برای موسیقی ایرانی صحبت میکنیم و داریم سعی میکنیم که یه مقدار با فواصل آکوردها و هارمونی موسیقی ایرانی بیشتر آشنا بشیم. قسمت بعدی در مورد آکوردها هست که حالا بهش تریاد میگن، که تریاد یعنی وقتی سه تا نوت با هم دیگه نواخته بشه تریاد نام برده میشه، و اگر که خب شما میتونید چهارتا باشه. من در مورد این خب به اندازه کافی ویدیو ضبط کردم، آکوردهای هفتم انواعش رو 288 آکورد هفتم معرفی کردم و سه نقطه دیگه اجازه بدید به اونجا موکول کنم شما رو. آکوردها، من متن کتابو میخونم، سه تا آکورد مهمتر از به زعم ایشون و پرکاربردتر معرفی شده که اولی رو دارم بیان میکنم که تحت عنوان تریاد نیم بزرگ یا خنسا معرفی شده. آکوردهای مشخصه موسیقی ایرانی آنهایی هستند که دارای فواصل روبه پرده‌ای می باشند. البته هارمونی موسیقی ایرانی محدود به این آکوردها نمی شود، اما بررسی سایر آکوردهای مناسب برای موسیقی ایرانی و قوانین پیوند و صدانویسی آنها از مباحث مربوط به هارمونی موسیقی ایرانی می باشد که در فرصت دیگری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این بحث پیوند بین آکوردها خیلی اهمیت داره. چون من در مورد هارمونی هم ویدیو ضبط کردم و در مورد توالی آکوردها در موسیقی کلاسیک هم صحبت کردم. اینکه من در هارمونی سری آکورد پشت سر هم بچینم، این نمیشه هارمونی. بعد این ارتباط بین این آکوردهای مختلف رو هم بتونیم در بیاریم که چه نوتی رو چه نوتی حل میشه و رابطه بین این آکورد، آیا هر آکوردی بعد از هر آکورد دیگری میتونه بیاد، که در این مورد اول خب طبیعتاً شما باید موسیقی کلاسیک آشنا باشید و بعد سعی کنید که با همون قوانین موسیقی ایرانی رو هم هارمونیشو بتونیم ببریم جلو به نتایج بهتری برسیم. آکوردهای رابه پرده‌ای نظر به ترکیب پیچیده‌تری که از نظر ارتعاشات صوتی نسبت به آکوردهای عادی دارند رنگ ویژه و تیره‌تری می‌یابند که آنها را از آکوردهای رایج متمایز می‌سازد. ساده‌ترین آنها تریاد نیم بزرگ یا تریاد خنسا می‌باشد که از ترکیب دو فاصله سوم نیم بزرگ ایجاد می‌شود. خب اولاً فاصله سوم نیم بزرگ همون فاصله ای بود که در قسمت فواصل دومی من معرفی کردم، هفتا روبه پرده بود. این حالت که اگه من نوت، این نوت سیاهی که میبینید میکروم باشه، این رو این فاصله خیلی اهمیت داری بود که در اونجا هم بهش پرداختیم. این خود فاصله دو تا می دو پرده هست دیگه، دو پرده میشه هشتا روبه پرده، که من اینو یک چهارم آوردم پایین، در اینچه فاصله اینها تبدیل به هفتا روبه پرده خواهد شد که بهش میگفتیم فاصله سوم نیم بزرگ. و حالا اگه بخوام نوت دوم رو پیدا بکنم، باید از این تریادی که شما میشنوید از درجه سومش که وسطی میشه به اندازه 7 رو به پرده برم بالا. اگه یه دونه رو به پرده بالا برم بالا که دوباره میرسم به می بکار. حالا از اینجا باید 6 تا رو به پرده، 1.5 پرده برم بالا که یا این 1.5 دو اینم تا اینجا 1.5 پرده اگه برم بالا طبیعتا میتونم برسم به نوت سول. پس این آکوردی که مشاهده میکنید تریاد، حالا یا آکورد نوت دو رو الان شما، نوت پایم نوت روت من دو هست، پس میشه دوی نیم بزرگ، دو ماژور حالا میگفتیم دیگه، الان که اسمش هم یادتون بیاد. اگه من اینو مینواختم این آکورد دو ماژور میشه. حالا اگه این نوت وسطی رو به اندازه یک چهارم پرده بیارم پایین، به جای دو ماژور میشه دوی نیم ماژور، یا اگه بخوام فارسیشو بگیم به جای اینکه دو بزرگ باشه این میشه دوی نیم بزرگ. حالا یه چیزی بین مینور و ماژوره دیگه، چون من اگه این وسطی رو به اندازه یک دوم پرده می آوردم پایین که من اینجا الان ندارم اون نوت رو، آکورد دو مینور ساخته میشه. اگر خودش رو می زدم دو ماژور، این نوت وسط من نه مثل دو ماژور می بکاره نه مثل دو مینور می بموله، بلکه اون وسط اون دو تا دقیقا قرار گرفته، به اندازه میکرون یک چهارم پرده اومده شده میکرون.
اگه من به شما بگم آکورد نیم بزرگ رو شما بزنید ولی با نوت پایه ر، حالا میتونید ویدیو رو پوز کنید و فکر بکنید ببینید چی میشه، داستان چطوری باید بنوازید. ولی برای اینکه یاد بگیرید اینجوری، اول بر اساس اون نوت پایه باید ماژورش رو بنویسید. خب من اگه ری ماژور رو بخوام بنویسم بعد از فا دیز استفاده کنم، این فا دیز رو به اندازه 1/4 پرده بیارید پایین که انگاری که فا رو به اندازه 1/4 پرده ببرم بالا. پس این نوت سیاه من الان فا سوری هست، این میشه بر اساس ر. بس این شد بر اساس دو. مثلا اگه بخواید بر اساس لا بنویسید باید لا ماژور بنویسید که نوت دو درش دیزه. اینو اگه بخوام بیارم پایین، به جای اینکه این نوت سیاه من الان اینجا، این الان به جای اینکه دو دیز باشه دو سوریست. یه بار دیگه، این هست. یا اگه بگم از فا بسازید، خب باید اول فا ماژور رو بنویسید. شما میدونید که در فا ماژور همین فا و لا و دو هست فا ماژور، و نوت وسطش رو باید به اندازه 1/4 پرده بیارید. یا برای مثال اگه از سول بخواید بنویسید، مثلا اینو، باید اول سول ماژور رو بنویسید. سول ماژور هم متشکل از این هستش. من این وسطی رو باید به اندازه 1/4 پرده بیارم پایین، این خواهد شد. اینا آکوردهای قرض گرفته شده از موسیقی کلاسیک بین دو آکورد ماژور و مینور هست که با هم دیگه مرور کردیم. آکورد دومی که معرفی شده آکورد نیم بزرگ هفتمه، یعنی همون آکورد قبلی که حالا اگر من یه تبدیلش کنم به آکورد هفتم، که من در مورد آکوردهای هفتم اندازه فکرم نزدیک 45 دقیقه ویدیو ضبط کردم. قبل از اینکه اینو ببینید، خب سخت نیست، من اینجا جوری در تدریس میکنم که اگه اونو ندیدین مشکل ایجاد نشه، ولی توصیه اکید میکنم که اگه میخواید تئوری موسیقی ایرانی رو خوب یاد بگیرید، اول تئوری موسیقی کلاسیک رو خوب یاد بگیرید و بعد وارد این داستان بشید. آکورد نیم بزرگ هفتم، این آکورد از اضافه شدن یک فاصله هفتم کوچک به یک تریاد خونسا یا نیم بزرگ، همونی که قبلا گفتیم، به وجود می آید و در دستگاه های شور و همایون نقشی همانند آکورد هفتم نمایان در گام های ماژور و مینور را بازی می کند. حالا اینکه آکورد هفتم نمایان چیه؟ دامیننت بهش می گفتیم. من گفتم که یه دامیننت داریم خیلی معروفه، دیمینیش داریم خیلی معروف هست. این نقشی که آکورد هفتم نمایان در گام های ماژور و مینور داره، این آکورد همون نقش رو در دستگاه شور و همایون داره. مثال هایی هم که آورده، سه مثال از دستگاه شور هست و سه مثال از دستگاه همایون که همون آکورد های قبلی رو اگه در نظر بگیرید، در اساس شور می، که می و نوت بعدی شما باید فا دیز باشه اگه به دایره پنجم ها می مینور رو پیدا کنید، و اینو من باید 1/4 بیارم پایین، پس این نوتی که میبینید فا سوری خواهد شد. این از حالا من میخوام بر اینجا بر این اساس یک آکوردی روی پایه ر بسازم که اینو قبلا خوب داشتیم. حالا برای اینکه من اینو تبدیلش کنم به آکورد هفتم، باید یک فاصله هفتم از اینجا، 1 2 3 4 5 6 7 نوت دو خواهد شد، یا نوت ما قبل آخر خواهد شد. اگه از ری بود از قبلیش باید استفاده کنیم که هم اضافه کنم. پس این حالت میشه، این الان آکورد نیم بزرگ هفتم ری هست. مورد بعدی توی دستگاه شور مجددا، این دفعه از سول استفاده کرده که اشاره کردن که شما اول باید این خواهد شد که چه جوری باید به این نوت شما برسید، به این آکورد باید برسید، و اینی که الان اینجا میبینید سی کرون هست، نوت سی. حالا برای اینکه اینو تبدیلش کنید به هفتم، باید یه دونه قبلو که فا هستم اضافه کنید، این آکورد است. و مثال سومی که آورده شده بر اساس دو هست که این هست. من الان اینجا اگر بخوام اینو تبدیلش کنم به
ناکورد هفتم باید از این قبلی به اندازه یک پرده برم پایین تر که میرسم به سی بمول. الان نه سی بمول رو اینجا ندارم به خاطر اینکه این سی من کرون شده است، ولی شما اگه همینجا این نوت کوکش رو برگردونید به سی بمول و اینو بنوازید باهاش با هم دیگه تبدیل خواهد شد. حالا همینو در دستگاه همایون اگر بخوایم بنوازیم، خب اجازه بدید رو همون شوره می بریم جلو و طبیعتاً شوره می رو تبدیل کنم به همایون می و در اونجا متوجه خواهید شد که اتفاقاً مثالی که همین چند دقیقه قبل زدم تبدیل میشه به این، یعنی الان تبدیل شد به دستگاه به همایونه می تبدیل شد. ولی الان آکوردی که من دارم اگه دقت بکنید هیچ کدوم رفتی به این نوت تغییر یافته نداره، یعنی من اصولا باید سولو سول دیز کنم تا از شور به همایون برسم، ولی این آکورد من همون آکورده، چون نوت های مشترکی که بین این دوتا بود، یعنی دقیقا یک آکورد مشترک بین دو دستگاه شور و همایون هست. اما در کتابی نکته خیلی مهمی رو اشاره کرده که بحث حل شدن آکورد ها هست، که این بحث حل شدن آکورد ها هم جزء موارد بسیار حائز اهمیت در بحث هارمونی موسیقی ایرانی است. و در مورد همین آکوردی که مشاهده می کنید و البته از نوع هفتمش، این به چه آکوردی تمایل داره؟ یعنی اگه من بخوام اینو الان بعدش یه آکورد دیگه بزنم باید چه آکوردی رو بزنم؟ که اتفاقا اشاره کرده گفته این دو نوتی که اینجا میبینید هر جفتشون به سمت نوت وسط خودشون به نوت بینشون حل میشن، یعنی این میشه این، چون می نوت تونیک گام اصلا شوره می نوشتیم دیگه، همایونه می نوشتیم، پس اینجا این به این میرسه و همچنین این نوت فا سوری هم به این میرسه. پس به جای اینکه من این دوتا رو هر جفتش رو حل کردم تو نوت وسط، آکورد من هم این بود دیگه. پس این دوتا رو اگر من حلش کنم به این و از طرفی این درجه اینجا این درجه دقیقت اینم حلش کنم به نوت پایین تر خودش و نوت دویی هم که اینجا بودم به سمت پایین تر حرکت بدم، به این نوت ها هم به این آکورد ها هم رسید. یه بار دیگه من اینا رو میزنم تا شما این حالت حل شدگی رو ببینید چیه. اینو که داشتیم اینم اضافه کردیم، گویی که شما در این حالت یه آکورد آن استیبل دارید، آکورد ناپایدار دارید که مثل دونه های اسفندی که رو آتیش بالا پایین، این دوست داره به یک موقعیت پایدارتر برسه. خب موقعیت پایدار چه چیزی بهتر از نوت آکورد تونیک؟ چون توی تاکید میکنم توی شور می هستیم، پس درجه اولمون این میشه، درجه سوم و درجه پنجممون این هست که اینها رو به عنوان نوت‌های پایدار در یک گام موسیقی میشناسیم. پس من یه بار دیگه اینو میزنم، رسیدیم به این، اینو به سمت پایین، اینم به سمت پایین، این دوتا رو هم به سمت وسط، اینطوری شد. شبیه اینو میتونید به عنوان تمرین برای سایر مواردی که داشتیم هم بیان کنید. من متن کتابو میخونم. فاصله پنجم کم درست، مثلا فاصله فاسوری تا دو در میزان یکم، یعنی من وقتی که اینو زدم اینو اشاره میکنه، فاسوری تا دو. ترکیب سنگینی دارد، یعنی همون حالت ناپایداری است، باید این حل بشه به سمت یک چیز دیگری که آن را باید در فضاگذاری آکوردها و صدانویسی هارمونیک در نظر داشت. در حل این آکورد به حرکت پله‌ای باس به یک درجه بالاتر، باس یعنی نوت از همه بمتر، دارن تو این آکورد من نوت باس من ره هست، حرکت پله‌ای هم استپ میشه انگلیسی، یعنی یه دونه مثلا پرش نداشته، یعنی لیپه، این استپه. هم این نوت هم این نوت هر جفتش حرکت استپ داشت، یه قدم برداشت، یه نوت جا به جا شد. در حل این آکورد به حرکت پله‌ای باس به یک درجه بالاتر و حل سوم و هفتم آکورد به طرف پایین توجه کنید، همون نکته ایست که اشاره کردم، این اومد پایین، این اومد بالا، به این رسیدیم. حل سوم آکورد، سوم یعنی توی این کیسی که داریم این فاصله سومه دیگه که فاسوری هست، حل سوم آکورد فاسوری به طرف پایین به دلیل پایین رونده بودن عمومی گام شور و همایون و در این حال عدم تاکید روی سوم آکورد بعدی سول یا سول دیز. حالا مثلا اینطوری هم میتونه باشه، این سول دیز میتونه، اگه همایون باشه سول دیز میشه. اتفاقا تفاوت شور با همایون همینه دیگه، آکورد اول من هر جفتش یکی بود،
نمیگو، ولی وقتی میخوام حلش بکنم توی دستگاه شور به نوت قبلی من در شور این بکار هست، میشه این. اما اگه همین آکوردو بخوام توی همایون حلش بکنم اینطوری میشه، چون در همایون این نوت دیز دار. یک بار دیگه متن رو میخونم. حل سوم آکورد فاسوری به طرف پایین به دلیل پایین رونده بودن عمومی گام شور و همایون و در این حال عدم تأکید روی سوم آکورد بعدی سول یا سول دیز میباشد. پنجم آن میتواند، پنجم یعنی نوت سوم، این نوت میشه پنجم. پنجم آن میتواند در هر دو جهت حرکت کند. توجه به گرایش نوت های تشکیل دهنده این آکورد در فراگیریان بسیار موثر خواهد بود. آکورد سومی که بحث شده آکورد هفتم نیم بزرگ هست یا آکورد هفتم خونسا، همونجوری که اسمش مشخصه بازم آکورد هفتمه. تاکید میکنم که با آکورد های هفتم مراجعه بفرمایید ویدیویی که من ضبط کردم. با افزایش یک فاصله هفتم نیم بزرگ به تریاد نیم بزرگ، تریاد نیم بزرگ این بود، اگه بخوام از ره برم این هست. این دفعه به جای اینکه من به این نوت دو رو اضافه کنم، دو سوری رو اضافه میکنم، یعنی این نوتی که اینجا هست و خودشو به اندازه یک چهارم پرده ببرید بالاتر، اینو که داشتیم میشه این قبلی ما این بود، حالا به جای این از این استفاده میکنم. از دو تا نوت روبه پرده دار استفاده شده. با افزایش یک فاصله هفتم نیم بزرگ به تریاد نیم بزرگ، تریاد نیم بزرگ این هست، اگه یه فاصله هفتم نیم بزرگ از اول اضافه کنم به نوت دو سوری خواهم رسید. به تریاد نیم بزرگ یا روی هم قرار دادن سه فاصله سوم نیم بزرگ، یعنی توی این نگاه بکنید شما، فاصله اینا از هم هفتا رو به پرده بود، فاصله اینم از هم هفتا رو به پرده بود. اگه من هفتا رو به پرده دیگه از اینجا برم بالا، یعنی یک و نیم پرده برم بعد یک چهارم برم، این نیم پرده، یک پرده، یک و نیم پرده، یک چهارم پرده، هم این نوت سیاه من اینجا بشه دو سوری، در اون حالت یه تقارنی هست، یعنی فاصله بین این فاصله همه اینا مشابه هم دی. روی هم قرار دادن سه فاصله سوم نیم بزرگ و یا ترکیب دو فاصله پنجم درست که به فاصله سوم نیم بزرگ از هم قرار میگیرند، آکورد هفتم نیم بزرگ ایجاد میشه. حالا من خیلی جمله اسامی اذیت کننده است واقعا. این آکورد صدای نرمی دارد و در مواردی که حضور هفتم نیم بزرگ از نظر ملودیک و مقامی پذیرفتنی باشد، میتواند به خوبی و به طور مؤثرتری جانشین آکورد نیم بزرگ هفتم گردد. قبلی رو گفتیم آکورد نیم بزرگ هفتم که این بود، این یکی رو میگه گفته شده آکورد هفتم نیم بزرگ، یکم اسامیش، یا آکورد هفتم خونسا که از این قرار شد استفاده کنیم. گفته شده که صدای نرمی دارد. حالا شما با مشابه همین میتونید برای سایر مواردی که داشتیم هم استفاده کنید. مثلا اگر از دو بخوام بنویسم، این آکورد اولیه من بود، حالا در حالت قبلی اگه بخوام اینجا اضافه بکنم باید نوت سی بمول رو اضافه میکردم که نداشتم، ولی در اینجا باید نوت سی کرون رو اضافه کنم که اتفاقا نوت اینی که میبینی سی کرونه. یا یک مورد دیگر هم میشه باز بحث کرد، مثلا اگر من از سول بخوام آغاز کنم، این آکورد من هست اولیست، حالا اگر قرار باشه که من یه نوت چهارمی به این اضافه بکنم باید فا رو اضافه میکردم که حالا به جای فا باید فا سوری رو اضافه کنم. این آقابت شبیه این دیگه، خودتون فکر کنم میتونید آکورد های متنوع روی درجات مختلف رو بسازید.